سلام، وقت شما بخیر. مخلصم، ممنون که ما رو دنبال میکنین، ویدیوهای ما رو میبینین از کانال آموزش مشاورین املاک. امروز یه خورده وقتم باز شد، یه ها اومدم دنبال بچه، دنبال کنکور بود. من تو این تایم میتونم یه ویدیو برای شما بگیرم از این صدای ماشینا که میاد و فضای بزرگراهی که از پوزش میخوام. یکی از نکاتی که تو علم مدیریت همیشه میگن هیچ بهره‌وری به دست نمیاد مگر با تغییر. این جمله یک بخش دوم داره که کارو ترسناک و خطرناک و چالشی میکنه و اون همینه که همه تغییرها منتج به بهره‌وری و موفقیت نمیشن. اگر بخوام یه مفهوم خوبی از بهره‌وری به شما بگم، اینه که فرض کنیم که شما یک آژانس املاک دارین با یک امکانات ثابت. بهره‌وری یعنی این که شما بدون این که تغییرات بنیادی بدین، یعنی مثلا شغل رو عوض کنید یا مثلا جای مغازتون رو عوض کنید، با همین امکانات موجود و تغییرات کوچک و نسبی بتونید کاری کنید که درآمد بیشتری داشته باشین. بهره‌وری فقط این نیست که درآمد رو بیشتر کنیم، بعضی وقتا میتونید با کم کردن هزینه این اتفاق رو شکل بدیم. یعنی بالفرض اگر شما ماهیانه 15 میلیون، 10 میلیون، 150 میلیون مغازه شما درآمد داره و هزینه ثابتش مثلا برای نسبت 15 10 میلیون 7 8 میلیون تومانه یا 70 80 میلیون تومانه، شما بیاین کاری کنی که این هزینه ها کم بشه. با کم کردن هزینه ها هم شما میتونید درآمد رو بیشتر کنید، یعنی اون چیزی که براتون میمونه رو بیشتر کنید، یا اینکه درآمدتون رو افزایش بدین. به هر حال باید تغییراتی رو ایجاد کنید که تفاوت هزینه و درآمدتون بیشتر بشه و در واقع بهره‌وریتون بیشتر بشه. بهره‌وری یا همون پروداکتیویتی خیلی مفهوم پیچیده‌ای هست و به این راحتی‌ها نمیشه با یه ویدیو، دو ویدیو، یه کتاب، یه جلد، دو جلد ایجادش کرد. ولی در حد یه ویدیوی آموزشی که بتونه در شما ایجاد انگیزه بکنه، دوستان خوبم، تغییرات، به خصوص تغییراتی که شما در ذات خودتون، در درون خودتون میدونید این تغییر منتج به نتیجه مثبت میشه، بدون شک برای شما اثرگذاره. به هر حال هیچ موفقیتی بدون تغییر به دست نمیاد. شاید اگه یه روزی با آقای پژمان جمشیدی میگفتیم که در زمانی که مثلا در فوتبال بود، میگفتیم کل درآمد تو بالفرض آ تومن هست و اگر بری همین الان بری وارد سینما بشی، درآمد تو 10 آ 100 آ خواهد شد، 10 برابر 100 برابر خواهد شد، باور نمیکرد. ولی خود اون آدم در درون خودش احساسی رو کرد و فرصتی رو ایجاد کرد و اون فرصت رو برای خودش تبدیل به تجربه کرد و با اون تجربه چنین موقعیت اجتماعی و موقعیت اقتصادی و برندی رو ایجاد کرد که خیلی از بازیگرهای بزرگ ما الان دنبال این فرصت میگردن که کنار ایشون نقشی رو ایفا کنن. ببینید، لازم نیست مثلا اگر شما یک املاکی دارید کار شق القمری کنید، ولی با ایجاد کردن تغییرات کوچیک و گام‌های به نسبت کوچیک میتونید تغییرات رو در محیط کاریتون و در حجم درآمدتون ببینید. خیلی مهم هست که این نقد منصفانه رو خودتون نسبت به خودتون داشته باشین. تو اون روش کایزن من گفتم، حتما ویدیو کایزن رو ببینید، که با سوال کردن از خودتون که چرا مثلا تو این موقعیتی افتادم، بهترین کسی که میتونه پاسخ بده خود شما هستید. من فکر میکنم که در این زمینه باز از همین روش استفاده کنین. چه تغییری رو خودتون از خودتون این سوال کنین، چه تغییری رو الان بدم این اتفاق میتونه منتج به اتفاق خوب بشه. ممکنه تغییر رو هم بدین و موفق نشین ها، حتما گوشش ننوشتین که آی این تغییر رو بدیم دیگه موفق میشیم، سراغ تغییر بعدی بدین، تغییر بعدی برین. به نظرم منصفترین و بهترین کسی که میتونه شما رو نقد منصفانه کنه خودتون هستین. فقط کافیه موقعی که جلوی آینه قرار میگیرید، این بار کسی که در آینه ایستاده رو نگاه نکنید، این بار تصور کنید، خیال کنید و در آینه قرار بگیرید و به خودتون نگاه کنید. این خیلی تجربه خوب و تجربه خردمندانه ای هست، خیلی تجربه شیرینی هست که به واقعیت خودتون یه نگاهی بندازین. آقا این
شما هر کاری میکنید برای این است که دیگران از شما شناخت بهتری پیدا کنن. این لباس میپوشین که اینجور حرف میزنین که بگن آدم مؤدبی، آدم سربرایی، آدم دانایی، آدم آگاهی، آدم پولداریه، ولی در واقع تنها کسی که به خوبی میدونه که شما کی هستین و اصلا شخص شما چه کسی هست خود شمایی. پس بهتره که خودتون در جایگاه نقد منصفانه برای کاسبی خودتون، برای تجربه کاری خودتون، چه به عنوان یک مشاور املاک و چه به عنوان یک بنگاهدار قرار بگیرین و ریز و جز به جز نگاه کنید ببینید چه مشکلی دارین. اگر دیر میایین سر کار، اگر رابطتون با مشتریاتون خوب نیست، اگر قرارتون به هم میخوره دیگه نمیتونید به مشتریتون زنگ بزنید، شروع کنید این تغییرات رو تغییر دادن. یکی از مهمترین گام هایی که دوست دارم شما در املاک تجربه کنید این مهم هست که شما از همه مشتریاتتون از مشتریانتون خوشتون نخواهد اومد و آدمی هنرمنده که بتونه با مشتریایی که ازشون خوششون نمیاد خوب کار کنه. به نظرم این فرصت و این موقعیت رو از دست ندید و برای این فرصتی که برای خودتون ایجاد کردین ببخشید من ذره تصویرم به هم خورد درست کنم. دیگه امکانات در همین حد دوست دارم در حد بضاعت با شما رابطه‌مو نگه دارم. خیلی مهمه که با مشتریایی که نمیتونید رابطه بگیرین رابطه بگیرین. با مشتری که خوب نمیتونید اخت بشین اخت بشین. چون با مشتریایی که رفیقین خوبن تا از در میان تو دوست دارین قربونشون برین بهترین فایلتون رو نشونشون بدین که یا بهترین مشتریتون رو ببرین سر ملکش که حتما این کارو خواهید کرد. از اونایی که به دلتون نمیشینن اصلا حوصله نمیکنید باهاشون سرویس برین، با اونا با خودتون میگین نه این شدنی نیست. تغییرات میتونه از همین جاها شروع بشه. امیدوارم که قراردادهای خوب ببندین، کمیسیونای گنده گنده بگیرین. میدونم این چند وقت بازار خیلی راکت بوده ولی این یه موقعیت برای شما که بتونید داشته های خودتون رو نگاه کنین. به قول قدیمی ها یه بیلی به باغچه خودتون بزنین که کرماشو جدا کنین بریزین دور و یه نگاهی از بیرون به مغازه خودتون بندازین، به آژانس خودتون بندازین، به بنگاه خودتون بندازین، مشکل کار کجاست. به عنوان یه مشتری از جلوی مغازه خودتون رد شین ببینین چه چیزایی شما رو جذب میکنه و چه چیزایی شما رو دفع میکنه. این فرصت رو از دست ندید. بهترین موقعیت توی بازار خراب دپارتمانتون رو درست کنین، فایلاتون رو درست کنین، چه میدونم چای خونتون رو درست کنین، چهار تا استکان جدید بگیرید، روحیه خودتون رو تغییر بدین. مخاطب ویدیوی من میتونه یه بنگاه توی شهر کوچیک باشه و میتونه یه آژانس املاک توی بالا شهر تهران باشه یا تو کیش باشه یا توی هر جای دنیا باشه. لطفاً کامنت بذارین، لایک کنین، حمایت کنین تا با روحیه بهتری براتون ویدیو بگیرم. دوست دارم این رابطه دو سویه بشه، ان شاءالله اولین فرصت یه ذره این پاندومی به شرایطش بهتر بشه به مغازهای شما میام باهاتون گپ میزنم و یه ذره از تجربیات شما استفاده میکنیم. خیلی متشکرم که فالو حمایت میکنین، تا اینجا هم اومدین منت سر من گذاشتین. لطفاً سابسکرایب کنین تا دنبال کننده های ما تعدادشون بالاتر بره و یه جمعیت بهتری بشیم. ان شاءالله به زودی با هم دیگه معامله های خوب میزنیم، از شهرهای شما ملکای شما رو میفروشیم، مشتریامونو به شهرهای شما میاریم یا شما مشتریاتون رو به شهر ما میارید و میتونیم با هم دیگه یک فرصت اقتصادی خوب ایجاد کنیم. قربون شما، خیلی مخلصیم. ببخشید که تو ماشین براتون ویدیو گرفتم. ارادت داریم. مرسی بچه‌ها.